تو برنامه قبلی داشتیم صحبت میکردیم در مورد بایولوژیکال کلاک، ریتم بدن، طبیعی بدن، و میتونم داشتیم صحبت میکردیم در مورد این 24 ساعت و همه چی تقسیم شده. بر طبق آیورویدا، بر طبق علم آیورویدا 24 ساعت تقسیم کردن به 6 قسمت متفاوت که جلسه قبل گفتیم الان از شروع میکنیم. مثلا از ساعت 6 تا 10 6 صبح تا 10 صبح. شما معمولا کی بیدار میشین؟ من دوست دارم ساعت 11 شب بیدار میشین یا 11 صبح؟ خیلی عالیه 11 شب بیدارشم. خب ولی آره، خب خیلی بهتره مثلا 7 و نیم. معمولا البته بستگی به فصل و اینها هم داره، ولی 6 صبح معمولا بهترین زمانه برای بیدار شدن. حالا اکثرا میدونم نمیشین، ولی خب بهترین زمانه. و اون زمانی هستش که نور خورشید هم شروع میکنه به تابیدن و این نور خورشید از طریق غده پینیل وارد حالا فلوانفالات که انجام میده کلاس درس میشه، ولی هایپوتالامس یا هیپوتالامس هم اینوارد میشه. نور خورشید رو تقسیم میکنه به 7 نور مختلف و روی 7 قسمت اندوکرین سیستم یا غدد مترشحه اثر میذاره. شما صدای منو میشنوین؟ بله. به خاطر اینکه اینجا داره بارون خیلی شدید وسط جولای و واقعا جالبه. ما اینجا خب وسط طبیعت، در پنجره هم بسته باز هستش و برها خب متوجه شده. بله. پس بهترین زمان اون موقع برای این هستش که اگر میخوان تحرکی داشته باشیم، یه راهی بریم، بهترین زمان برای آب نوشیدن آب، بهترین زمان برای خوردن میوه ها هستش. بعضی‌ها میگن که صبح پا میشی اول یه لیوان آب بخور. من میگم بریکفاست. بله. برای که اون 7 8 10 ساعت که هیچی نخوریم شدن بیشتر با یه مقدار آب و یا میوه، میوه ها هم بهترین چیز هستن که برای اولین چیزی که ما مصرف کنیم. بله. خب؟ بله. میریم سر قسمت بعدی بین ساعت 10 صبح تا 12 تا 2 بعد از ظهر. اون زمانی هستش که خورشید خیلی بیشتر میتابه و بهترین زمانی هستش که غذامون رو بخوریم، به خصوص سنگین ترین غذاها رو در اون زمان بخوریم، به خاطر اینکه دستگاه گوارش ما آنزیم ها رو در اون زمان بیشتر از هر موقع دیگه اگه بخوایم گوشت بخوریم. بله. بهترین زمان برای گوشت و سالاد و غذای سنگین اینجا نوشتم دایجستشن. دقیقاً، یعنی هضم هضم غذا. بله. خب حالا تا اینجا رو داشته باشیم. بله. برنامه ها 3 دقیقه شده. حالا میریم بعد سری شد. میریم در جلسه بعدی راجع به بین ساعت 2 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر صحبت می‌کنیم. مرسی.